به ادامه خبرها توجه فرمایید. معاون استاندار رژیم در تهران از تایید نرخ 25% کرایه تاکسی های تهران توسط فرمانداری پایتخت خبر داد. از هفته اول اردیبهشت ماه با افزایش 300 تومانی قیمت بنزین و 110 تومانی گازوئیل رسما مرحله دوم طرح ضد مردمی هدفمندی یاران ها شروع شد. به فاصله کمتر از یک هفته استانداری رژیم در تهران مصوبه افزایش قیمت کرایه های تاکسی را اعلام کرد. مزدوران رژیم آخوندی در شورای شهر تهران این طرح را به تصویب رساندند. بر این اساس قیمت جدید کرایه تاکسی در تهران از روز 16 اردیبهشت اجرا می شود. لازم به یادآوری است قبلا گفته شده بود کرایه تاکسی 25%، اتوبوس 20% و مترو 15% اضافه می شود. خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در حومه شمالی استان حما یک هواپیمای میگ 23 رژیم اسد را سرنگون کردند و فرودگاه نظامی حما را با موشک‌های گراد هدف قرار داده و تلفات سنگینی به نظامیان اسد وارد ساختند. به گزارش تلویزیون الجزیره، گردان‌های اپوزیسیونی سوریه در حومه غربی درعا به منظور به کنترل درآوردن جاده دمشق درعا به چند پایگاه نظامیان اسد در این منطقه تهاجم کردند و چند تانک و زرهی دشمن را منهدم کردند. نبرد برای تصرف این پایگاه‌ها ادامه دارد. رزمندگان ارتش آزادی سوریه سه بلندی استراتژیک در منطقه دیدگاه شماره 45 لازقیه را به تصرف خود درآوردند. به گزارش تلویزیون اورینت، این پیروزی بعد از نبردهای سنگینی بود که رژیم بشار اسد در آن متحمل تلفات سنگین انسانی و تسلیحاتی گردید. رزمندگان اعلام کردند جاده مواصلاتی میان شهر کسب و جبل ترکمان را نیز تصرف کردند. به گزارش تلویزیون العربیه، نظامیان اسد چندین شهر و منطقه مسکونی در سوریه را با موشک‌ها و بشکه‌های انفجاری هدف قرار دادند. در یک اقدام جنایتکارانه و نقض آشکار قوانین بین المللی، یک لوله گازرسانی خارج کشوری را در استان درعا منفجر کردند. بر اثر این اقدام ضد انسانی اسد، ده ها تن از شهروندان سوری کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. به گزارش شبکه حلب نیوز، رژیم دیکتاتور سوریه تنها در آوریل گذشته شهر حلب را با 641 بشکه انفجاری و 100 موشک و 22 بمب خوشه‌ای هدف قرار داده است که بر اثر آن صدها تن کشته و زخمی شدند. این ماه یکی از خونین‌ترین ماه‌ها در حلب به شمار می‌رود. محمود عباس رئیس دولت فلسطین امروز در دوحه پایتخت قطر با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. در این دیدار راه‌های اجرایی کردن توافق مصالحه فلسطینی و پایان دادن به تفرقه در صفوف فلسطینیان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. این اولین دیدار در چنین سطحی بعد از توافق اخیر بین فتح و حماس است. خالد مشعل بعد از دیدار با محمود عباس گفت: ما در رابطه با بسیاری از امور که در خدمت مصالح ملی است با سینه گشاده و ذهنی باز به توافق رسیدیم. آخرین خبر این ساعت. روز یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی با پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. به دنبال آن اعلام شد که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برای پایان بخشیدن به بحران اوکراین به روسیه خواهد رفت. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد دیدیر بورکهالتر رئیس دوره این سازمان و وزیر خارجه سوئیس قرار است روز چهارشنبه 7 می 17 اردیبهشت به مسکو سفر کنند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند. از طرف دیگر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان خواستار برگزاری دومین کنفرانس ژنو برای حل و فصل بحران اوکراین شده است.